ایران سرزمینی نیست که زنان و مردان بسیاری در تاریخ آن درخشیدند و توانستند که نقش بزرگی را در این سرزمین ایفا کنند. اما یکی از نشانه‌های مهم غنی بودن و رشد فرهنگ‌ها در طول تاریخ، نقش مهم زنان در آن فرهنگ و در آن کشورها بوده است. در این ویدیو می‌خواهیم به بررسی برخی از مهمترین و بزرگترین این زنان که نقش پررنگی را در تاریخ ایران داشته‌اند بپردازیم. پس با ما همراه باشید. خب با آرتمیس شروع میکنیم که آرتمیس در لغت به معنای رازگفتار بزرگ است. وی نخستین و تنها بانوی دریاسالار جهان بود. تاریخ نویسان یونان وی را در زیبایی، برجستگی و متانت سرآمد همه زنان روزگار میدانستند. آرتمیس نخستین بانوی بود که فرمان دریاسالاری خودش را از سوی خشایارشاه دریافت کرد و وی در سال 480 قبل از میلاد در جنگ سالامیس که بین نیروی دریایی ایران و یونان بود شرکت داشت و دلاوری های زیادی رو هم از خودش نشون داد و شخصیتی داشت که همیشه مورد ستایش دوستان و دشمنان بود. مورد بعدی فروخ فرخزاد هستش، شاعر و فیلمساز که یکی دیگر از زنان بسیار بسیار تاثیرگذار در تاریخ ایران بوده که فروخ تاثیر بی‌نظیری رو بر ادبیات و نگاه زنان در جامعه داشت. فروغ فرخزاد با کتاب تولد دیگر و ایمان بیاورید به آغاز فصل سرد نامش را در فهرست بزرگترین شاعران معاصر ایران ثبت کرد و جاودانه شد. مورد بعد که خودمون به صورت زنده شاهد اون بودیم، مریم میرزاخانی ریاضیدان بود که ایشون از برجسته ترین ریاضیدانان جهان بودند که در ایالات متحده زندگی میکردن و خانم میرزاخانی در سال 2014 به اولین زن و اولین ایرانی تبدیل شد که توانست مدال فیلدز را که معتبرترین مدال در حوزه ریاضیات است دریافت کند و مایه افتخار ایرانیان باشد. زن موفق و بزرگ بعدی قمر ملوک وزیری هستش که ایشون خواننده بودند و اولین خواننده ایران در دوران معاصر بود که تونستن تعدادی آلبوم رو هم از خودشون منتشر کنن. زن قدرتمند بعدی یوتاب سردار ایرانی هستش که یکی از نخستین و بزرگترین زنان تاریخ ایران یوتاب هست. زنی با مقام سرداری که خواهر آریابرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی در دوران داریوش سوم بود. این زن قدرتمند در نبرد با اسکندر همراه آریابرزن برادرش فرماندهی بخشی از ارتش رو بر عهده داشت. یوتاب راه را بر اسکندر در کوههای بختیاری بست، اما یک خیانتکار راه دیگری را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد. مورد بعدی بیبی مریم بختیاری هستش که ایشون از معدود زنان تحصیل کرده دوران قاجار بود که به حمایت از آزادی خواهان در اون زمان پرداخت. حتی به تهران هم لشکرکشی کرد. وی در خاطراتش درباره عقب مانده بودن زنان در جامعه نوشته که تمام بدبختی های ما از خودمونه، چرا که نه علم داریم و نه حقوق خودمان رو میشناسیم. اگر ما هم میدانستیم که چه میخواهیم، البته برای حقوق خودمان جانفشانی هم میکردیم. زن بزرگ بعدی هم کاساندان همسر کوروش بزرگ هستش، یکی از زنانی که نقش بسیار مهمی رو در مشورت دهی و اداره کشور داشته. کاساندان همسر کوروش بزرگ بوده، همونجوری که معرفی شد خدمتتون. در واقع بعد از شاهنشاه ایران کوروش، او نخستین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است. کاساندان که از زنان پرقدرت کشور ایران است، تحت نام ملکه 28 کشور آسیایی در کنار همسرش کوروش بزرگ حکمرانی میکرد. تاریخ ایران زنان قدرتمند زیادی با رشادت‌ها، هنرمندی‌ها، هوشمندی بالا و نجابت بکر و غیره و غیره به خود دیده است که در فصل هرگز نمی‌گنجد و به واسطه همونها بوده که الان ما این تاریخ قدرتمند رو می‌بینیم و با اون مواجه هستیم. ما از یکایک اونها فقط می‌تونیم یاد کنیم و سپاسگزار اونها باشیم. خب این ویدیو هم به پایان اومد. لطفاً با لایک هاتون اگر دوست دارید حمایت کنید تا من متوجه بشم که شما به چه ویدیوهای علاقه من هستید تا اون قبیل ویدیوها برای شما بیشتر ساخته بشه. و در نهایت از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. لطفاً هر نظری که دارید توی کامنت ها برای من بذارید، من حتما استقبال میکنم و به اونها عمل میکنم. خیلی زیاد دوستتون دارم. تا یک ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدارتون.